خب این بار از ما خواسته شده که این نما از تبلیغ این لیوان آیس تی رو یه مقدار زیباتر و تبلیغاتی ترش بکنیم. من اول میام توی پنجره پرایمریم، توی اتاق پرایمریم یه مقدار سایه ها رو تیره تر میکنم، هایلایت ها رو یه خورده روشن تر میکنم، میتون رو ها رو هم یه خورده تیره تر میکنم و حس میکنم کافیه این کار. میام به قسمت سکندریز، سکندریز رو انیبل میکنم و میام سراغ وینیت، چیزی که شما توی دفعات قبل دیدیم بارها ازش استفاده کردیم. ما اینجا یه شکل دایره داریم و یه شکل مربع. درسته که من میتونم الان این لیوان رو این شکل مربع رو بچرخونم و حالا مثلا نزدیکش بکنم به این شکل لیوان و به هر حال برسم به اون چیزی که میخوام، ولی یه نکته جالبتری وجود داره اینجا و اونم اینه که شما توی قسمت شیپ به غیر از دایره و مربع یه یوزر شیپ هم دارین. این اون چیزی که شما خودتون میتونید طراحی بکنید. من اینجا اگر کلیک بکنم، شما همونطور که میبینید میتونم شروع بکنم به طراحی اون شکلی که خودم دوست دارم. به طور مثال اینجا من میام شکل لیوان رو انتخاب میکنم و حالا اگر بخوام یه خورده ظریف کاری هم بکنم، اگر بخوام یه خورده دقیق تر بکنم شکلمو، میتونم دقیقا از همون شورتکات های استفاده بکنم که روی تایملاینمون استفاده میکردیم، میدل کلیک، کلیک وسط و چپ و تکون دادن موس. شما میتونید تایملاینتون رو جابجا بکنید، رایت کلیک و چپ و راست کردن، نگه داشتن رایت کلیک اینجا و درگ کردن. شما میتونید تایملاینتون رو زوم یا زوم بک بکنید و دقیقا این همون اتفاق اینجا هم هست. من اگر رایت کلیکم رو نگه دارم و موسم رو تکون بدم میتونم روی تصویر زوم کنم و با کلیک وسط هم میتونم تصویر رو جابجا بکنم. حالا میتونم بیام شکلم رو خب خیلی دقیق تر انتخاب بکنم و البته به خاطر اینکه وقت خیلی زیادی میگیره من راست رو بخواین همینجا رضایت میدم دیگه ادامه نمیدم. نکته که اینجا هست، اگر شما بیاین توی سکندریز و نگاه بکنید ببینید که با وجودی که وینیت شما سلکت شده، با وجودی که شیپتون روی یوزر شیپه، تغییری اینجا دیده نمیشه. علتش اینه که حتما شما توی جیومتری باید این شکلی که کشیدید رو اتچ بکنید. حالا من اگر بیام توی سکندریز شما میبینید که شکلم اضافه شده و ماسکش هم کاملا درسته. خب من توی پنجره جیومتری میتونم از طریق از طریق دستور سافتنس، همون چیزی که اینجا داشتیم، این شکل رو یه مقدار نرمتر بکنم و مثلا 0.2 بهش نرمی بدم که خیلی برش تیزی ایجاد نکنه. و حالا من میتونم بیام اینجا و مثلا بگم که میخوام من این لیوان رو محوطه خارج این لیوان رو همونطور که شما میبینید آوتساید میخوام من یه خورده تیره تر بکنم. اما داخل این لیوان چطور؟ اینساید، داخل این لیوان رو من میخوام یه خورده پرتقالی تر بکنم و یه ذره میخوام سچوریشنش رو بیشتر بکنم، سایه هاش رو میتونم یه کوچولو تیره تر بکنم، هایلایت هاش رو یه مقدار روشن تر بکنم که این قطرات آب یه خورده بیشتر تو چشم دیده بشن و میتون ها رو هم یه ذره تیره تر، سایه ها رو یه کمی بیشتر تمایل میدم نسبت به رنگ نارنجی و با هایلایت ها کاری ندارم. خب تصویر ما از این تبدیل شد به این. اما نکته دیگه وجود داره توی پنجره سکندریز، همونطور که خدمتتون گفتم که شما یه هیو کورف دارین، رنگ های شما، سچوریشن شما، غلظتشون و تیرگی روشنیشون. من میام اینجا نگاه میکنم میام تصویر بکراند من ترکیبی از رنگ های آبی و سبزن، تقریبا رنگ های خنکی هن، البته حدودن. من یک کلیک توی میام توی قسمت سچوریشن، یک کلیک حدوداً اینجا یه جای مرز بین سبز و زرد کلیک میکنم، یک کلیک هم حدوداً اینجا میکنم مرز بین آبی و قرمز، رنگ های سردم رو جدا میکنم و حالا من میتونم سچوریشن یا غلظت این رنگ ها رو کم بکنم. من یه دونه گری دیگه اینجا اضافه میکنم و اینها رو میارم پایین. این نکته رو فکر میکنم قبلا خدمتتون گفتم ولی بد نیست یه بار دیگه هم بگم،
این هیو کورف، سچوریشن کورف و لوما کورف روی تمام تصویر تاثیر میذارن. اگر شما یه وینیت انتخاب کردید، فقط این ستا و این قسمت هم که روش تاثیر میذارن. هیو کورف شما، سچوریشن کورف شما و لوما کورف شما روی تمام تصویر تاثیر میذارن. من خب میام یه خورده بازم سبز ها رو کمتر میکنم، غلظت رنگش رو، و توی هیو کورف هم میتونم یه خورده تمایل این رنگ ها رو به سمت رنگ های گرم بیشتر بکنم، یه کوچولو، البته زیاد نه، البته ترجیح میدم خونساتر باشن، نه یه خورده پایین تر سمت آبی، چون من زیر این بطری یه کوچولو قسمت آبی دارم، ترجیح میدم زیاد اون رو دستکاری نکنم. سبز هامو یه خورده میخوام باشون بازی بکنم، باز همین کار رو اینجا انجام میدم. سبزی هام رو میتونم یه کوچولو تیره تر بکنم و آبی هام از اونجا که صدمه میبینن یه گره اینجا ایجاد میکنم و آبی هام رو بر میگردم به همون حالت اول. شما اگر یه گره هم اینجا نخواستین انتخابش میکنید و میکشین بیرون از این تصویر، دیگه تاثیرش از بین میره. سبز هام رو میتونم تیره تر بکنم، حتی تیره تر کردنشون باز بشه که برش ایجاد بشه تو تصویر. فکر میکنم همین تصویر خوب باشه، خیلی هم دیگه مت به خشخاش نمیخوام بذارم. خب ما تصویرمون از این تبدیل شد به این و همونطور که کارگردان ما خواسته بوده، الان من لیوان رو خیلی واضح تر و خیلی تبلیغاتی تر دارم. نکته دیگه که وجود داره، همونجور که خدمتتون گفتم، اگر شما بخواید میتونید 8 قسمت مختلف تصویر رو توسط سکندریز دستکاری بکنید. من میتونم بیام تو پنجره دوم، اینجا وینیت رو بزنم، دوباره بهش بگم که یوزر شیپ، حالا این بار این بطری رو انتخاب بکنم. البته من رو ببخشید که خیلی با دقت کار نمی کنم چون زمان میبره و فکر می کنم از حوصله این خودآموز خارج باشه شما، ولی خب تو کارهای خودتون قطعا طبیعتا با دقت بالاتری کار خواهید کرد. و این هم از این، یه خورده هم میخوام نرمش بکنم، مثلا 10% و اتچش میکنم. و حالا من اگه بیام توی سکندریزم و اینجا بهش بگم که خب فرضاً من میخوام این بطری هم یه کوچولو روشنتر بشه، انیبلش باید بکنم، البته نه اینقدر، مثلا به اندازه خیلی کم که یه خورده جزئیات اینجا رو ما ببینیم و یه ذره هم من میتون هام رو میتونم نه ترجیح میدم دست بهشون نزنم. هایلایت هام رو میخوام روشن تر بکنم تا حدودی و میتونم سایه هام رو هم یک مقداری قرمز تر بکنم. خب شما توی این درس با تب های مختلف سکندریز آشنا شدید، دیدید که شما میتونید چطور از چند تا تب استفاده بکنید و از یوزر شیپ که در واقع توی جیامتری هست میشه چه استفاده هایی کرد، هرچند که توی قسمت های بعد باز هم بیشتر در مورد جیومتری صحبت خواهیم کرد. امیدوارم این از این درس خوشتون اومده باشه.